السلام uh, علیکم Most welcome to Spoken English at Home YouTube channel uh, Today I would like to explain about Simple Future Continuous Tense or Simple Future Progressive Tense امروز میخوایم در مورد زمان ساده آینده جاری برای شما تشریح داشته باشم ای برای کسایی هستند که به حد اوسط انگلیسی را بلد باشه شروع میکنیم اول میریم تعریف زمان، So the Indi binim. The Tarif is Chonon Chikija definition your Tarif Future continuous tense shows an action which will be in progress in the future at a specific time. Mm -hmm. definition future continuous tense shows an action which will be in progress in the future at a specific time. زمان آینده جاری عملی را نشان می دهد که در آینده در یک وقت مشخص در حال جریان خواهد بود یا در حال جریان می باشد خب فراموش نکنیم که زمان آینده جاری امو دقیقا زمان ساده آینده جاری است مییم به استرکچرهایش می بینیم Positive Statements یا بیانی مثبت. در بیانی مثبت چیزی که خیلی مهم است یعنی مثل همیشه سبجکت سر جمله است بعد از او ویل آمده بعد از او بی آمده بعد از او فعل یا اینجی دار آمده بعد از او یا تکمیل کننده جمله فراموش نکنیم که وقتی میگیم زمان جاری باید فیل ما آینجی بگیره و وقتی که میگیم زمان جاری باید تو بی ورب او استفاده شده باشه که ایجا از شکل تو بی تنها از بیش استفاده شده خب میریم جمله سازی را یک بار مرور میکنیم اینا ببینین در جمله سازی اولش I I will be studying the book next week I will be studying the book next week I in a شده will خودش آمده که در اصل فیلای کمکی است یا اکسل ریورب است تو بیا منیج خودش آمده فیل یا اینجی داری ما دقیقا استادی نا اینجی گرفته استادی شده The book next ویک چی است؟ کمپلمنت جمله ما است امی قسم خوبی زمان است که سبجکت اگر مفرد باشه یا جمع باشه یکی باشه یا چند تا باشه طرف ویل و طرف بی کدام تغییرات یا دفعیل یا چیزی نمی کلشان یک نواخت است. من هم می خواهیم زیاد بپیچم. مثال های بعدیش خودتان خوانده می مییم می در صفحه بعدی. در صفحه بعدی نگتیف استیتمنت یا بیانی منفی است. در بیانی منفی استرکچر برای ما چرا نشان می تا؟ سابجکت ویل جمع نات جمع بی جمع وربی آینجی دار و جمع کمپلمنت یا تکمیل کننده جمله سبجکت های ما مثل همیشه اونو آی وی یو دی هی شیت است ویل خودش استفاده شده نات این به ای خاطری که بیانیه منفی است بیام آمده واچینگ فیل آینجی گرفته ده سیرس تومارو و ای چی شده کمپلمنت یا تکمیل کننده جمله ما شده ای بود شکل منفی از ای یک چیز دیگه هم از یاد ما نروه که در شکل منفی باز ما میتونیم که چی استفاده کنیم will not شکل کتایش چی میشه won't میشه اینمی را لطفاً در نظر بگیریم زیادتر در صحبت ما شما از won't کار میگیریم از will not کرده زیادتر میریم در صفحه بعدی خود ده صفحه بعدی uh, positive کوئسشن یا سوالیه های مثبتش است مثلا Will I be doing the homework tomorrow? Will I be doing the homework tomorrow? اینه Will خودش آمده سبجکت های ما آمده بعد از او بی آمده بعد از او فعل های انجدار آمده بعد از او تکمیل کننده جمله آمده و در آخر کوئسشن مارک یا علامت سوالیه هم از یاد ما و شما نروه اینا در کل شکل چی است سوالیه است میریم در صفحه بعدی میبینیم که دیگه چی چیزا را در نظر گرفتیم حتما سوالی منفی است بله دقیقا در سوالی منفی مثل بیانی منفی بعد از ویل ما چی اضافه میکنیم نات اضافه میکنیم دیگه کدام تغییراتی در اینجا نیامده آخرام در حساب نوشتاری علامه سوالی از یاد ما نروه ده حساب گفتاری ما قطعا از این استفاده نمیکنیم کنیم بازم تکرار میکنم که کوتا یا شکل کانترکشن یا کوتای ویل نات چی است وانت است این موضوع هم از یاد ما نروه میریم در سلایت بعدی خود می بینیم که ده ایجا از چی کار گرفته شده این بسیار خوب شده که از سوالی های WH question یا WH word استفاده شده ببینین در WH وردا ممکن یک مقدار تغییراتی بیایه همه گی استرکچر این چیز نمی چون ما و شما WH وردا را هم به شکل ترکیبی داریم آن به شکل انفرادی داریم آن مثلا what تایم داریم آم what تنا داریم آن مثلا هاو داریم هم how و how داریم به او خاطر اینه فکس نمی آیه. ببینین سر از او هم استرکچری عمومی شد میشه که به شکل آدم در نظر بگیره W خودش میایه، بعد از او ویل میایه، بعد از او سبجکت میایه، بعد از او بی میایه، بازفیل یا انجیدار میایه، پلاس، کمپلیمنت و آخرام در نوشتاری علامه سوالیه. مثلا، What will you be doing tomorrow؟ فردا شما چی کار انجام میدهید؟ Where will she be working next week؟ هفته آینده او خانم در کجا کار میکنه؟ Who will be cooking tomorrow? فردا کی آشپزی میکنه؟ When will be they moving next month? آنها مای آینده چی وقت در حال کوچکشی می باشه؟ Whom will you be cooking for tomorrow? فردا شما برای کی آشپزی میکنین؟ Which clothes which clothes Will she be stitching tomorrow? فردا او خانم کدام لباس می دوزه؟ Whose computer will he be using in the office tomorrow؟ فردا او مرد از کمپیوتری کی استفاده می کنه؟ Why will you be going to Islamabad tomorrow؟ فردا چرا شما اسلاماباد می روین؟ What time will we arriving there tomorrow? فردا ساعت چند بجه ما در آنجا میرسیم؟ ای بود WH ورتا امرای زمانی آینده جاری. باز میریم سلایت آخری را می میبینیم که در چی نوشته شده بعضا مثال هایی است ایجا به طور مثال I will be writing tomorrow ما فردا نوشته میکنم the baby will be playing with toys tomorrow فردا um, um, اطفال امروی چی بازی میکنه؟ um, امروی بازی چای اطفال I will be helping my mother to make breakfast tomorrow ما فردا کمک میکنم به مادر خود تا که امی چای صبح تیار کنه he won't be working in the bank next week این خوب است که اینجا از شکل کتایی will not استفاده شده امو want است که به با انگلیسی برش میگن contraction form of will not want he won't be working in the bank next week هفته آینده او در بانک کار نمی کنه who will be waiting for Ali at the railway station منتظر علی در, در استادگاه ریل کی می باشه I will be coming for lunch tomorrow. ما فردا برای غذای چاشت میایم. Will you be doing the homework tomorrow? آیا شما فردا کار خانگیر اجرا میکنین؟ Shaima will be visiting her aunt tomorrow. فردا شیما خاله خود ملاقات میکنه. I will be joining the new office from next week. سر از هفته آینده ما در دفتر جدید میروم یا کار خود شروع میکنم. کنم My parents will be flying to Afghanistan next week. هفته آینده والدین ما به افغانستان پرواز دارند She will not be going to school tomorrow فردا او دختر خانم به مکتب نمی رود ای به شکل کوتاه و فشرده کوشش کردم که زمان آینده جاری را برای شما تشریح کنم امیدوار هستم که زمان شما را کمک کرده باشه برای آموختن انگلیسی تان و هرگاه مایل باشین که بیشتر برنامه های ما را تعقیب بکنین میشه در یوتیوب چینل ما که در پایین هر صفحه او گفته شده در وصل شوین یا هم در سپوکن انگلیش ات هوم که فیسبوک پیج است در او وصل شوین علاوه بر آن شما میتونین در اسپوکن انگلش ات که یک گروپی فیسبوکی است در او هم یک جا شده و از موادای اسپوکن انگلش اتم استفاده کنین سیوسون الله حافظ